یعنی میخوام بگم تیم ملی ایران 10 تا بازیکن خارجی چی خوزستانی داشت، 10 یا 11 تا. ولی الان نگاه میکنید با تیمایی که مثلا صنعت نب، استقلال آبادان، نمیدونم فولاد خوزستان، اصلا یه 4 تاشون خوزستانی نیستن، 5-6 خوزستان، همه مال شهرستان رو برمیدارن میارن. یعنی اون فوتبالی که واقعا فوتبالیست پرور بود رفت تو خوزستان از بین رفت. یعنی با آقا ماجرانی تو خدای نمیدونم فرانسه بود کجا بود، گفتم آقا تیم خوزستان یه طرف، تیم ایران یه طرف، اینا گفت باشه اینا. بعد یکیچ هم جلو بودیم دیگه، جنگ و دعوا شده بود دیگه تو زمین سر تیم برا اینا. آقا ماجرانی اومد گفت منم میخوام بازی کنم با تیم خوزستان برا اینا، هرچی پیش گفتیم آقا نمیخواد برو برا اینا. اومد مخصوصا یه پنالتی کرد که مثلا 1-1 بشه، ما هم دیگه بازی خارج شدیم و گفتیم آقا بازی دیگه نمی کنیم، برید به کارتون. روزی که انتخاب شد که مخواستن تصویب کنن، منو محمد صادقی رو خواهد زدن. حشمت هم هنوز هم دوسته مصاحبه تلا کرده، گفته من تو المپیک مونترال اگر کازرانی و محمد صادقی رو می بردم راحت جزء 3 تیم اول من بودم فلان و همان. که راجب نمیدونم من و محمد چی رفته بودن به اشمت ماجرانی، گفته بودن که یاده بدیم که برو اساسی ها جمع کن. همینده ما سوار ماشین کرد و در خود محمد صادقی هم خونه بودیم دیگه. در خونه که رسید گفتم پول بول نمیخوا، گفتم اگه در یه 20,000 تومن پول به ما بده پلان اینا، گفت برو فلان فلان شده بیرون فلان اینا، ما رو کرد تو بودم خیلی راحت. که اون موقع تصمیم گردم گفتم دیگه فوتبال بازی نمیکنم، برای تیم ملی بازی نمیکنم. که انتخابی جام جهانی شد، من با مسعود مجدی بارن شدیم رفتیم شمال. بعد حشمت زنگ زد به من پیدا کرد، گفت که کجایی؟ گفتم شمالم. گفت چرا نمی آوردی؟ گفتم من دیگه فوتبال بازی نمی کنم. گفت بازی نمی کنی؟ همین؟ گفتم آره بازی نمی کنم. بعد 10 دقیقه بعدش باز دوباره زنگ زد. گفت بعد میگم بالا شو بیا. گفتم باشه میام، ولی امروز نمیام، فردا پس فردا میام اینا. گفت بگو زود بارنشو بیا. گفتم باشه اینا، که بارنشم رفتم اینا. ما زمانی که رفتیم عربستان بازی کنیم چمن مصنوعی داشتن تو عربستان، چمن مصنوعی بود اینا. ظرف فکر کنم 48 ساعت کفش بر ما آوردن، از فرانسه آوردن، فرانسه آیداسا فرانسویه که استکا خیلی ریزی بود. بعدم که لباس می آوردن، لباس همش هم آدیداس بود. نه بعد بازی از ما می گرفتن، بعد با یه بازی دیگه داشتیم یه دست دیگه ما دیگه خودمون میبردیم، اصلا احتیاج نیست که بدن بشورن و دوباره نه بابا دیم. خودمون میبردیم برای خودمون تو خونه و خورم با بچه ها میدادیم. من خودم اکثرا تو بازی ها ملی پیرن تیم ملی من میداختم، این بچه هایی که اون جلو نشسته بودم پیرن میداختم به اونا میدادم پیرن رو. هر بازی بله یه دست بازی نگه بریم تو خونه اون بشوریم بیاریم اینا پرنگ. گفتیم پولی که به فدراسیون فوتبال برای بازیکن جام جهانی پول به بازیکن میده، به فدراسیون نمیده. ما اعتصاب کردیم گفتیم آقا این پولی که دارن میدن به فدراسیون مال ماست. بعد من اعتصاب کردیم، فرداش دیدم آقا دیدبان اومد اردو، من صدا کردم گفت کازران چیه؟ گفتم بابا چیزی نیست، ما داریم میگیم آقا این پول مال بازیکنه، من نمیخوام پولم، نمیخوام بدید به فلان کس، اس نمیارم که وضع مالی زیاد خوب نه بازیکن تیم ملی. گفتم آقا من نمیخوام بدید به فلان کس، که فکر نکنه بخواد، ولی حقمون اینه. گفت باشه 20% مال فدراسیون، بقیه‌اش مال شما. خداحافظ. خب تموم همون بعد بله اومدیم بعد بازی جام جهانی مثل که 50,000 تومان نفری 50,000 تومان بچه ها رسید. 50,000 تومان آره 50,000 تومان. فوروارد تیم اسکاتلند جو جوردن بود اینا. من یه حرکتی نصیب به من گفت، را میرفت توف میکرده فلان اینا. بعد نصیب گفت حرکت بکن فلان، نمیشه رو بگم چه حرکتی فلان اینا، که دیگه اون بدتر شد دیگه، وضع دیگه بدتر شد. ایرج دانایفر که گل زد بهش گفتم ایرج چجوری هستی از این زاویه دادی تو اون زاویه تو بپران به همه. گفت من اصلا میخواستم پاس بدم، نمیخواستم گل بزنم که فلان اینا. که ما با بازی هلند ما ضد فوتبال بازی کردیم، اگه میخواستیم فوتبال درست بازی کنیم 100% بیشتر گل میخوردیم. به نظر من ما بازی با هلند 7 نفره بازی میکردیم، یعنی 7-11، یعنی 3-4 تا بازیکن ما اصلا تو زمین مثل که نبودن.
یعنی تیمی انتخاب شده بود که نفراتش نمیخورد به هم دیگه به اون صورت اینا، مثلا وسط مثلا خط هافبک، حالا بگیریم دفاع که بیچاره شده بودیم ما، بس که توپ میزدیم اینور اونور، حالا کار نداریم اینا، ولی خط وسط ما تنها کسی که با تیم میجنگید محمد صادقی بود، یعنی از عهده فقط محمد صادقی اونا بر نمی آمدن، وگرنه مثلا همون دقیقه اول اگه تیم به سر فیلم دیده باشید، حسین فرکی یه گل 100% دیر رسید بهش اینا که سانت کرد، دیر رسید به فوتبال. البته من همیشه حتی به شوخی میگم، میگم اگه گل زده بودیم فکر کنم 7-0 میخوردیم اینا. با پرو آقا مهاجرانی گفت که خیلی خوب، بذار مثل که میخواست ریسک بکنه، گفت بذار من تیم حمله‌ای بپیچم درست کنم اینا، بذار حمله کنی بشه مثلا بریم مثلا مرحله دوم هم بریم پر اینا، که متاسفانه اصلا تیم یه دفعه اینور اونور شد که 4 تا ازش خوردیم. بیشتر پنالتی هم دوست اون نصیح عبداللهی میکرد اینا، یه ذره چشش ضعیف بود همیشه هم با شوخی، آره به شما میگم، آره با یه بازی بود نمیدونم کدام بازی بود، یه پنالتی کرد یه دورم محمد صادقی رو گرفت، خب چرا پنالتی میکنی فلان، محمد صادقی گفت برو فلان فلان شده، حسین هم دید خودت از پنالت کردی، من کجا پنالت کردم، میخواست بنازه گردن محمد صادقی. میگم همیشه با هم شوخی میکنیم، میگم با هم دیگه صحبت میکنیم، میگم استاد پنالتی. من نظرم اینه بهتون بگم، حشمت مهاجرانی اگه مربیگریش مثلا بدیم، مثلا بگیم آقا 15، روانشناسیشو به نظر من باید بدی 100. حشمت واقعا یه روانشناس بود. یه بار روزنامه داشتم مصاحبه میکردم، تیم ملی بودم، احساس و غرور میکردم و فلان و به همه، گفت نظر راجع به مربی چیه؟ گفتم که کی رو میگی؟ گفت حسن حبیبی رو میگم اینا. گفتم مدیریت با فرماندهی اشتباه گرفته. فرداش اومدیم، فرداش یا پس فرجامی سر تمرین بچه رو همه رو جمع کرد، دیدم یه روزنامه دری پخش که من نگاه کردم، دری نگاه کردم دیدم بالا و عکس من اینا، خدا رحم کنه. گفت آقای کازرانی حسین اینه تو گفتی؟ گفتم کدوم میگی؟ من خود دور بوده رفتم دیدم، من میدونستم چه گردم. آره اینطوری کردم اینا، گفتم بله حسن آقا من گفتم فرا اینا. گفت خیلی خوب برو. داشتم دیری خودم گرم، میخواستم گرم کنم که برم بزنم، دیدم دیدم اسامی رو خون، من نبودم تو اسامی. بعد دیدم حبیب شریفی شروع یه خندیدن، بچه اهواز اینا همیشه خودش هم میدینم، بازی مون نداده هفته بعد باز همینطور. گفتم خب یادمه چیزی هست، هفته بعد دیم نذاش، هفته بعد باز نذاش، هفته بعد باز نذاش. مرا دیگه صدا تماشاچی یادم طرفدار پرسپولیس بود، علی مانگا که معروف بود اینا، داد میگرد حسن حبیبی بابا کازرانی رو بفرست، کازرانی رو بفرست برای اینا. ولی من خودم زمانی که میخوام من میرم مثلا اداره در میآوردمش، این به سر اتوبان که میامدیم، من میگفتم که بیا بشین پشت ماشین، شروع کردم دویدن پشت ماشین، اینطوری وای نمیستادم که مثلا بگم آقا منو که بازی نمیده فلان و اما صحبت اینا. یه بازی مهدی دینورزاده با پا خراب گذاشتش بازی کرد، مهدی رو آورد بیرون، فرامرز عزتی رو که بازیکن پاس بود فوروارد بود آورد گذاشت دفاع، گفت فرامرز بلند شو گرم کن. پرویز میرزا حسن، حالا اسمش قاسمی شده اینا، پرویز میرزا حسن فوروارد استثنایی پاس بود، گفت حسن آقا حسین بغلش نشسته بود اینا، مخواستم بگم ببین غرور مربی. گفت خیلی خوب تو بهش بگو، تو بهش بگو. آره خودش هم گفت حسین بلند شو گرم کن. گفتم پرویز بهش بگو من میرم دفاع وسط، مجید حلوایی میره چمپ بازی میکنه. من بازی رو قشنگ داشتم نگاه میکردم، 0-0 هفتم، آره 0-0 ده دقیقه گذشت بازی هفتم، بازی دوم یا هفتم دوم، من تیم دیدم اینا همش دفاع میکنن، من تیم آوردم تو 18 قدم دوربر 18 قدم و خودمون همونجا بچه‌ها گفته بودم، گفتم شروع کنی پاس دادن، هی اینا اومدن جلو 1 گل، هی اومدن جلو 2 گل، هی اومدن جلو 3 گل 4 تا، یعنی من بهترین بازی تاریخ و عمرم رو اون روز انجام دادم. دیگه یواش یواش دیگه سر صحبت شروع کرد صحبت کردم فلان، برخی وقتی میگفت نه دیگه، یعنی رئیس باشگاه، معاون باشگاه، هیچ کس حریفش نمیشد، میگفت حرف حرف منه. همین باعث شد بگم مدیریت با فرمانده اشتباه گرفته. اصلا باورم نمیشد که من بلند شم مثلا تیم پاس بل کنم برم اونجا بازی کنم برای تیم مثلا عربی و فلان.
من همیشه گفتم رئیس فدراسیون فوتبال باید سیاسی باشه. صفای فراهانی نابغه بود تو فوتبال، خودش سیاسی بود، خود آقای فراهانی، و اصلا کنترل میکرد. یه روز من تو فدراسیون بودم، با اینکه یه داورا نمیدونم چی بود، دم در داورا واسم اومد، رفت تو داورا گفت در کمد باز کن. اومدن در کمد باز کردم، من دور نگاه کردم دیدم نزدیک 20 جفت کفش تو بود. گفتم که اینجا کفش فروشیه، جمع کنید ببینم فلان اینا. یعنی خیلی خوب کنترل میکرد. مثلا داوری که اصلا همیشه به نفع میگیره، به نفع این میگیره، به نفع اون، پولکی بود که من خودم شاهد دارم که پولکی بود و فلان به ما. اولین که کار اومد کاری کرد، این اخراجش کرد چه داوری و فلان به ما. چون رفیقم تو اهواز بود، میگم این داوری کرد برای ما، گفت همش به نفع و رفتیم چکاش در آوردیم که این پول گرفته فلان به ما. گفت آوردیمش آقای مصوبی، پلو آقای مصوبی. گفتیم آقا مصوبی این چک، من خودم اونجا بودم، گفتم آقا این چک اینطوری فلان به امان صحبت ها. آقای حمیدی گشاسبی یکیش بود که همراه تیم مثلا صدمه دیده بود تیمش و فلان به امان صحبت ها. رفتیم اونجا آقا مصوبیش، گفتیم آقا این چکاش این چکا فلان. گفت خیلی خب این هفته با کی بازی دارید؟ شما فقط نگاه کنید. گفت هفته با کی بازی دارید؟ بچه ها گفتن که مثلا حمیدی گشاسبی، گفت میخوام بریم مشهد. گفت برید خیالتون راحت باشه، در حمید گشاسبی شاهد دیگه. درآمد گفت که رفتیم مشهد، بازیکنمون دم تو هاف ساید بود، داور بازی تو بکردن تو گل، یکیش بودیم خداحافظ خداحافظ. بله آقا مصوبی رئیس فدراسیون بود اینا. خودم علنا بهش گفتم، گفتم آقای مصوبی دم در دفتر تیما داره خرید فروش میشه. گفت اگه منظورت فلانیه، نه به اون قرآن، نه نمیدونم برام. گفتم به همون قرآنی که قسم میخوری خودشه، من که اسم نبردم، ولی حالا که اسم بردی خود خودشه، اینا داره به نفع تیم‌ها داره سود میزنه، حیثیت فدراسیون رو داره میبره پرم به همه.